منابع محلی در نیجریه اعلام کردند که افراد مسلح در حمله به روستایی در شمال شرق این کشور دست کم 33 نفر را به قتل رساندند. در همین حال فرانسیس زیمبو رئیس منطقه زانگون کاتاف گفت در حمله افراد مسلح به روستایی رونجی بیش از 35 خانه نیز تخریب شد. گفتنی سساموئل آروان کمیسیونر امنیت ایالت کادونا که این حادثه در آنجا رخ داد گفت نیروهای نظامی درگیری شدیدی با مهاجمان داشتند و هنوز در منطقه حضور دارند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است اما گروههای خلافکار عمدتا به عنوان عامل چنین حملاتی شناخته می شوند این گروهها اغلب مرتکب آدم ربایی و قتل عام شهروندان می شوند پلیس و منابع محلی در نیجریه هفته گذشته نیز اعلام کردند که افراد مسلح در دو حمله جداگانه 74 نفر را کشته و در اقدام دیگر 8 تن را ربودند. به نوشته رویترز رشد جمعیت در سالهای اخیر و کمبود زمینهای زراعی و مرتع موجب بروز خشونتهای متعدد در نیجریه شده است عملات بسیاری در بخشهای مختلف نیجریه رخ میدهد اما معمولا گزارشی درباره آنها منتشر نمیشود و نیروهای امنیتی اغلب با تأخیر وارد عمل میشوند گفتنی است در حملات مشابه که در گذشته در این مناطق رخ داده همواره گروه های, سانی های تندرو های تند وابسته به القاعده و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفتند